سلام سلام، حال شما خوبه؟ بچه ها خب، من فکر کردم یکی دو نفر بیشتر احتمالا نباشن. شما همه چرا اومدین سر کلاس؟ سوال داریم مگه؟ گفتم الان یه دو نفری هستن، احتمالا یه سلام علیکی میکنیم، دو تا سوال هم حل میکنیم دور همی. مثل اینکه تعداد بیش از ایناست. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که حال احوالتون خوب باشه، سلامت باشین. من در خدمت دوستانم، اگر سوالی چیزی دارید بفرمایید. چون کلاسمون کلاس رفع اشکاله، هر کی سوالی، نکته ای، مطلبی داره دست بلند کنه و ما در خدمتیم. اشکالی تو وجود کسی نیست؟ خب، من بذار یکی یکی بس کنم ببینم. حسین آقا، آقای میرزا گل، میکروفون تو بس کن. سلام. سلام علیکم، چطوری؟ بله، بون خوب، مرسی. خوبی؟ خواب بلند شدی؟ جان، خواب بودی؟ نه، صداتی کم مارم زونیه. خب بگو. آها، پس چی اومدی سر کلاس؟ اومدیم دیگه، نه یعنی قرارمون این بود که اگه اشکال داریم بیاییم دیگه، بریم به کارتون برسیم. اشکال داریم؟ سوالی نداری جدی؟ چرا؟ من تابای پوشار یکم اشکال دارم. خب چیه؟ اشکالتو بگو، من انجام دارم. اشکالات کلیه، جزئیه، تست خاصه؟ یکم کلیه، چون تو مدت کلا یه دونش رو مثلا بزنم. میخوای سوالشو بپرسی مثلا من حل کنم یا لحظه من مدت رو اگه بیارم؟ باش. خب، به بقیه دوستانی هم که هستن، الان یه تعدادی که رفتن، 4-5 نفری که تشریف دارن، آقای پور اسدالله، صباقیان، فیروزی، سالاری، آقای بازرجانی، اینا همه سلام. بچه ها اگر اشکالی، نکته ای دارید که بمونید، من در خدمتم. اگر سوالی چیزی نداری، میتونید از وقتتون استفاده کنید و برید به مطالعاتون برسید و برنامه خودتون رو محکم پیش ببرید و تو این زمان در واقع تست بزنید و کارتون رو جلو ببرید. باز اگر اشکال داشتید، حالا تا زمانی که کلاسمون برقرار باشه من هستم و میتونید اون موقع بیاید بپرسید. این کلاس مبتنی بر سوالای شما جلو بود. خب، حسین آقا بگو. سال 119 مدد بخونمش یاد دارید؟ نمیدونم، من مدد رو فکر نکنم، رو این لپتاپم ندارم، باید برم وقت مثلا فایل بده. بگو من یاد داشتم. میگه چند تا به پوش از مجموع آ که 1 و 2 و 3 و 4 به مجموع ب که آ به 3 د میشه تعریف کرد که زودی مرتب 4D داشته باشه ولی 3B نداشته باشه. خب صبر کن، مجموعه آ چیه؟ 1 تا 4. این سوال چند بود گفتی؟ 119. 119 مدد. بله. 1, 2, 3, 4. مجموعه بی چیه؟ ABCD. اونم 4 عضویه؟ بله. خب، چند تا تابع پوشا کلا میشه تعریف کرد؟ تعداد کل توابع پوشا. خب، اینجا چون از 4 به 4 مساوی 1 به 1 هست، درسته؟ بله. قبول داری؟ اینش که مشکل نداری که؟ نه. خب، یعنی 4 فاکتوریاله، یعنی 24 تاست. خب، کلن تعداد تابع پوشا چه؟ ولی الان سوال اینه، میگه تابع پوشایی که چی باشه؟ شامل چی باشه؟ 4D و 3B.
شامل زوج مرتب 4 و بی 4 دی باشه، 3 بی نباشه. فاقد 3 و بی درسته؟ بله. یعنی این عضو اف باشه، این عضو اف نباشه. خب حالا یا که من شک میکشم، ببین منطق ما برای توابع پوشا به طور کلی اینه، خب همون ایده رو همه جا اعمال میکنیم، 1 2 3 4 اینجا هم آ ب س د. راه کلی که ما داشتیم برای شمارش توابع پوشا، حالا راه دوم رو کاری ندارم که تیم کشید، راه اصلی راه کلاسیک این بود که بیان بگیم که کل توابع رو حساب میکنیم، منهای توابعی که آ رو نمیپوشونه، منهای اونایی که ب رو نمیپوشونه، منهای اونایی که س رو نمیپوشونه، منهای اونایی که د رو نمیپوشونه، خب به علاوه اشتراکای دو به دوشون، منها اشتراکای ستایشون، برای اشتراک چهارتاشون، مثلا برای چهارتاییش. البته تو کتاب ما شما دادم شما چهارتایی نداریم، فقط ستا داریم. درست شد؟ بله. پس منطقش اینه، حالتهایی که یه عضو نمیپوشونه خیلی راحت شمرده میشه، ما اونو خاصیت میگیریم بعد مینویسیم تمومش میکنم. الان من منظورم رو دقیق تر میگم، نگاه کن. این ایده کلی بود. حالا اینجا میدونیم که از 4 تصویرش دیه. درسته؟ بله. حالا شما میخوای از ستای دیگه به این ستا تابع داشته باشی، درسته؟ بله. خب بازم چون کلن این ور 4 تاست، اون ورم 4 تاست، یعنی تعداد آ بیشتر از ب نیست، اگه بیشتر بود حالا یه مثال اونجوری هم حل میکنم برد. خب الان چون دو تاشون مساویه، خود به خود گفتیم باید یک به یک باشه دیگه، درسته؟ بله. خب کل تابه های یک به یک الان چقدره؟ کلش به 4 فاکتوریال رفته، الان که اینش رفته میشه 3 فاکتوریال. درسته، 3 فاکتوریال. منهای اونایی میکنم که شامل 3 و بی باشه، اون یه دونه که فرض میکنیم، یعنی اگر 3 و بی رو منسکنم میشه 2 فاکتوریال. خدا خیر تمام شد دیگه، جاستیس. بله. بله. ببین حالا به زبان ساده ما 4 تا جایزه مختلف داریم، 1 2 3 4، 4 نفر هم داریم آ ب س د، میخوایم جایزه های مختلف رو بین افراد مختلف توزیع کنیم به طوری که به هر کسی لااقل یه دونه برسه. خب سوال اینه که جایزه 4 رو میخوایم به دی بدیم، 3 هم نمیخوایم به بی بدیم، درسته؟ بله. حالا با یه بیان دیگه من اینو حل میکنم، گوش بده. خب 3 رو نمیخوای به بی بدی، برای 3 چند تا انتخاب داری؟ 4 تا. نه دیگه. آها، دو تا هم دو تا انتخاب برای 3 داری، درسته؟ بله. این دو تا انتخاب. خب فرض کن مثلا 3 رو دادی به آقای آ. خب حالا برای 2 چند تا انتخاب داری برای جایزه 2؟ بازم 2 تا. بعد به ازای هر حالتش برای 1 چند تا انتخاب داری؟ یه دونه. تمام شد. اینم همون 4 به ما میده. می‌بینی؟ بله. اینا هم مستقیمه، اینا غیر مستقیمه. این سادگیش به خاطر این بود که 4 عضو به 4 عضو بود، یعنی n به n بود، خیلی ساده است، 1 به 1. درست شد؟ بله بله. معنیش 1 به 1 خیلی اینجوری راحت. حالا یه مثالی برات حل می‌کنم چون رفع اشکاله، یه مثالم حل بکنیم یه ذره بزرگتر باشه، گوش بده. فکر کن سوال ما این بود. تعداد همین سوالی که تو پرسیدی، توابع پوشا، فرض کن مجموعه آ مثلا 1 2 3 4 5 6 عضوی بود، مجموعه به هم 4 عضوی بود، آ ب س د. توی اون تستای آزمون شمون که داده بودم همچی تستی بود، حالا الان اینجا شاید نباشه. یا کن باز همون شرط ها رو بذاریم، مثلا بگه که شامل 4 و دی باشه و 3 و بی هم نباشه، همون شرط ها رو بذارم. خب بله، حالا میخوام اینو حل کنم، گوش بده. اینجا دیگه تابع پوشا یک به یک نیست. ببین چه جوری حل میکنم. میگم خیلی خوب، 4 و دی که هست، این که تکلیفش معلومه، خودکار 4 رو یا جایزه 4 رو میدیم به آقای دی مثلا. خب تکلیفش معلومه. حالا الان 5 نفر دیگه موندن، 5 تا جایزه دیگه هست که بین این 4 نفر باید پخشه، نه بین این 3 نفر، یعنی جایزه های دیگه هم میتونه به دی برسه، چون دیگه یک به یک نیست، درسته؟ فقط مهم اینه که هم آ هم به هم سه هیچ کدوم سرشون بیکلا نمونه، یعنی یه چیزی به دستشون برسه. خب حالا من میگم که خوب دقت کن، ما میخوایم سه و بیرم شامل نشه، درسته؟
بله اینو نداشته باشی. خب من مثل قبلی اگه بخوام حل کنم، اگه بخوام مثل قبلی حل بکنم، میتونم اینجوری پیش برم. خب دقت کن، بگم که کل حالات من میگم حالتهایی که آ پوشانده نشود یا پوشیده نشود، خب اگه این مجموعه آ، تابهایی که ب رو نمیپوشونه مجموعه ب، تابه نشوده ها نشود، سم اونایی که مجموعه س رو نمیپوشونه، درست جو؟ حالا خواسته مسئله چیه؟ خواسته مسئله اینه که آ نباشه، ب نباشه، سم نباشه، درسته؟ بس. یعنی ما رو بپوشونه، برم بپوشونه، سرم بپوشونه. ده چی؟ ده که پوشیده شده بود. میدونستم. خب؟ حالا بسته اینو می نویسم. سه تا دو به توان پنج اگه اشتباه نکنم. چرا سه تا دو به توان پنج میگی؟ اول کل حالاتو باید بگی، میگه اندازه اس منهای اجتماعشون. تو داری از اجتماع شروع میکنی. ببین این بسته مهمه. کل حالات چقدره؟ برای یک چند تا انتخاب داری؟ سه تا. برای دو؟ سه تا. چرا میگی سه تا؟ چرا نمیگی چهار تا؟ چون که دیگه نیست دیگه. برای دو یک رو نمیتونیم بدی بدیم؟ میتونیم دیگه تو کل حالات. چرا میتونیم. هر کدوم از اینا چهار حالته. فقط برای سه، عدد سه. خب جایزه سه رو به ب نمیتونیم بدیم طبق خواسته مسئله. درسته؟ بله. پس برای این یه دونه شون سه حالتیه، بقیه چهار حالتیه. خب پس میشه سه ضرب در چهار به توان چهار، درسته؟ بله. این کل حالاته، اندازه اس الان اینه. اگه این شرط سه و به عضو اف نباشه رو نمیداد، فقط اون شرط اول بود، من اینجا می‌نوشتم چهار به توان پنج. بله. چون جایزه یک و چهار حالت داریم، جایزه دو هم چهار حالت، جایزه سه هم چهار حالت، اونجوری. ولی الان جایزه سه رو سه حالت براش داریم، درسته؟ بله. خب حالا منهای تک تک اینا میخوایم آ پوشونده نشه. دارم یه سوال سطح بالاتر هم میکنم، آ پوشونده نشه. اگر آ بخواد پوشیده نشه، خب هر جایزه سه حالت داره دیگه، یا به بم یا به سه. فقط جایزه سه رو براش دو حالت داریم، چون دیگه به بله نمیتونی بریم با این شرط، درسته؟ بله. پس میشه دو ضرب در سه به توان چهار. مثلا میخوری صبح کرد که طولان کرد. آره میشه مثل مسئله قبلی میشه اون وقت دیگه. بله. یعنی دی هست هم سه و بی، اگه اونجوری راحت تری اونجوری هست. خب چون وقتی 4 و دی هست، 3 و بی هم هست، شموله دمه شموله دومی دو تایی میشه، یعنی فقط آ و سی باید تعریف بشه دیگه، درسته؟ بله اینجوریه. ولی الان من دارم ترکیبش رو حل میکنم، حالا دارم با همین راه میرم، بیا تا آخرش بریم. این منه اندازه آ، اندازه ب چیه؟ اونایی که ب پوشونده نشه. اگه بخواد ب پوشیده نشه، خب هر کدوم از اونها سه حالت دارن دیگه، میشه 3 به توان 5. منهای سه پوشونده نشه، سه پوشونده نشه، باز مثل آ پوشونده نشه است، یه دونه دو ضرب در سه به توان چهاره، درسته؟ بله. در علاوه اشتراک های دو به دوشون، حالا ببینیم اشتراک دو به دو، آ و ب با هم، آ و ب پوشیده نشه، خب همشون رو باید بدیم به سه دیگه، میشه یک به توان پنج. در علاوه اشتراک آ و سه، آ و سه پوشیده نشه، خب آ و سه اگه بخواد بخشی تو قبلیه دو به توان پنج بود، چون به دی هم میتونستی. حالا فرض کن آوسه پوشیده نشه، اگر آوسه پوشیده نشه، خب همشون دو حالتی هست، به به و ده میتونیم بدیم، ولی یکیشون یه حالتیه دیگه، سه رو عدد سه رو نمیتونیم به به بدیم، پس میشه یه دونه دو به توان چهار، درسته؟ بله. در علاوه یه به و سه، به و سه پوشیده نشن، اگه به و سه پوشیده نشن هم باز همه دو حالتی هست، دو به توان پنج. منهای اشتراک هر سه، هم آ پوشیده نشه هم به هم سه، خب همشون باید به ده وصل بشن دیگه، درسته؟ yeah. یک به توان پنج، تمام. این میشه شمول عدم شموله. مثلا دیگه مثلا خیلی بخوام سختش کنیم اینه دیگه، یه چیزی باشد یه چیزی نباشد، نه فلان میشه همه اینا. بله شد؟ بله.
بله. حالا اگر باز خواستی یکی دو سوال خودت حل کن تو این فاصله، باز اگه اشکال داشتی بپرس. چشش زنده باش. خیلی ممنون. حسین فعلا خداحافظ. آریان و آپتین. آپتین سوال؟ میکروفونت وصل نیست آپتین جان. سلام. صدای منو داری؟ الو. سلام. یه بار دیگه. بس کن میکروفونتو. الو. سلام، صدا تو دارم. خوبی؟ سلام. خوب هستین؟ زنده باشی. من شما خوبم. خدا رو شکر. بپرس. صدات قطع شد. یا سوال تو باید تایپ کنی بنویسی من بخونم، یا باید یه فکری بکنی، یه جا با جا بشی، یه کاری کنی که هدفون بزنی صدات بس بشه، یا یه ذره مکانتو جا با جا کن که اینترنت درست شه. آریان من بس میکنم. آریان سلام. الو. سلام. سلام. خوبی؟ بگو. سخت بده اب نداره، بگو سوالتو بپرس. نه دام بد نیست، خوبه. مرسی. خوبی؟ خدا رو شکر آقا، مرسی. بد نیست. چرا روشن کردی؟ این اتفاقی میزیم بود. افتاد که تصویر. خب روشن تاریخ بود. خیلی من به مشکلی نخوردم، فقط تو سری زدش 1481 و 83 نتونستم، بقیه رو حل کردم. خب اینا رو حلش رو خوندی نفهمیدی؟ خوندم اکثرش رو فهمیدم، ولی خب الان مشکلت چیه پس؟ توی 80 ولی من یه استدلالی کردم، نمیدونم مثلا درست بود یا غلط بود، چی بود نمیدونم. اگه بپرسم بکنم من گفتم که الان که اینجا 23 تا بازیکن داره، تا کدوم 11 تا حالا که بیشترین رو میخواد، میگم که هیچ وقت اون 23 نشه، یعنی یکی در میون بازی کنه. این درسته یا شانسی اینجا درست در اومد عددش؟ سوال چیه؟ سوال اینه، میگه یه تیم فوتبال 23 تا بازیکن داره، تو هر بازی دقیقا 11 نفر رو میدان میرن. اگر این تیم در فصل قبل در 40 بازی شرکت کرده باشه، اون وقت بازیکنی که در تمام بازیکنان دیگر حضور بیشتری تو مسابقات داشته، حداقل در چند بازی به زمین رفته. درسته؟ درسته. میگه تو هر بازی فقط 11 نفر میرن، یعنی تعویض و اینا نداره. خب 40 تا بازی انجام شده، پس 40 تا 11 تا یعنی 440 نفر وارد زمین بازی شدن در کل. خب درسته. حالا ما 23 تا بازی کن داریم. خب اگه بخواد 440 رو تقسیم کنیم به 23 میشه چند؟ عدد. حالا دیگه 20 تا 23 میشه 460، یه دونه قبلش میشه 19 تا 23 تا میشه 437. خب به علاوه 3. درسته؟ خب یعنی اگر در بدترین حالت یا در تقیمت نامطلوب بگیم، هر کسی از این 23 تا دقیقا 19 تا بازی کرده باشه. خب درسته؟ خب اون وقت سه نفرن که لااقل 20 تا بازی کردن. خب پس یه نفری که از همه بیشتر باشه دیگه وجود نداره. حالا اینجا میگه بازیکنی که از تمام بازیکنان حضور بیشتر داشته باشه، پس باید اون حداقل 21 بازی کرده باشه. نه دیگه 20 تا دیگه. به نظر من 21. بذار ببینم خودش چی زده.
خودش زده 20 اگه شما نکنم. نه این یه نکته ای داره، این الان یه اشکالی داره. اشکالش اینه، نگاه کن، اگر ما الان سه نفر، اگه یه بازیکن 20 تا بازی کرده باشه، دو نفر دیگه هم هستن که 20 تا بازی کرده. وقتی که اون 20 تا یه ماکسیموم نیست، چون این گفته بازیکنی که چی؟ از تمام بازیکنهای دیگه بیشتر بازی کرده باشه. و اگه 3 تا 20 تا داشته باشیم که دیگه یه نفری وجود نداره که از همه بیشتر باشه. اشکال داشته شده از اول؟ به نظر من این تست باید جوابش 21 باشه. یه تست شبیه این تو کنکور ده اومده بود، مال رأی گیریه. نمیدونم حالا اینجا تو این تست ها آورده یا نه آورده. که تو یه جمعی میخوام رأی گیری بکنیم، بیشتر این تعداد رأی چقدر صرف کنم. کتاب الگو رو داری؟ دارم. حتی من الگوی من با الگوی شما فرق داره، این چاپ قدیم، ولی بیاریم شاید پیداش کنیم. چون ترتیب سوالا رو یه ذره به هم زده الگو. تستای الگو تو این قسمت تستای خوبیه، توصیه میکنم یه نگاهی بهش بکنی. خب من پیداشت رو تموم کردم، واسه جمعه مون میتونم کنم. آره، یا همین الان که تو باید توالت تمام شد، برو بشین شروع کن همین رو زدن. از این زنگ استفاده کن، دانه کبوتری الگو رو بزن. خب و خودتو قوی کن، یه تعدادیش که متفاوته همین لاغل بزن. بذار پیمیت کنم. یه سوال مربوط به مثلا انتخاب یه نفر توی جمعه یا رأی گیریه. آها اینه هاش. اینجا الان تو سوال توی کتاب من سوال 116، ولی خب من شما نمیدونم چیه. سوال اینه، میگه در یک کلاس 40 نفری 7 نفر نامزد انتخاب شورای دانش آموزی مدرسه هم. دیدی؟ سوال چند؟ شمارش با تو یکی نیست، چون کتاب من چاپش با تو فرق داره. سوال اینه، پیداش کنم، پیدا میکنی. ببین در تو سوال های لانی کوتای نیا کنم، اولش با این شروع میشه. در یک کلاس 40 نفری یه دور سریع نیا کن پیداش کن. کنکوراش مگه نبود؟ آدرس کنکور نداره جلوش، کنکور های قدیمی تره، آدرسشو برداشته. تخته من رو میبینی؟ میبینم. سوال رو نوشتم کامل. میتونی بخونی؟ بله میتونم بخونم، من پیداش نمی‌کنم. حالا گوش بده، حالا سر فرصت بگیری بدم گوش بده. ببین شبیه همون سواله، میخون تخته رو. خب میگه توی یک کلاس 40 نفری 7 نفر نامزد شورای دانش آموزی هم. انتخاب شونده باید رأی بیشتر از سایرین داشته باشه. یه نفر رو انتخاب کنیم که رأیش از همه بیشتر. خب حداقل رأی انتخاب شونده کدام است؟ توی کلاس 40 نفری 7 نفر نامزد. خب فکر کن اگه بیشترین رأی 5 تا رأی باشه، معنیش اینه که بقیه 4 تا رأی دارن دیگه، یا کمتر. درسته؟ پس دیگه جمع 7 تاشون به 40 تا رأی نمیرسه. خب حالا فکر کن که مثلا بیشترین رأی 6 تا رأی باشه، بقیه باید حداکثر 5 تا رأی آورده باشن دیگه. درسته؟ 6 تا 5 رأی یه 6 رأی میشه 36، بازم نمیرسه.
پس اگر بیشترین رأی حالا 7 تا رأی باشه، خب میشه دیگه اون 6 تا دیگه، اون 6 نفر هر کدوم 6 تا رأی میتونن بیارن حد اکثر. این حد اکثر، اینم که 7 تا رأی آورده پس میشه دیگه، یعنی از 40 تا میزنه بالا. معنیش اینه که اون 6 تا دیگه هم همه 6 تا رأی نیاوردن، مثلا بعضیشون 6 تا رأی آوردن، بعضی 5 تا. خب پس بیشترین رأی چند تا میتونه باشه؟ حداقل 7 تا میتونه باشه. گرفت اینو؟ گرفتم. حالا سوال اون سوالی که تو پرسیدی هم عین همینه. ببین چه برگرد به همون تست خیلی سخت، من اینجوری میفهممش. چه 40 تا بازیه، هر بازی هم 11 تا بازیکن رفتن تو زمین. پس کلاً 400 مثلا 440 تا بازیکن تو بازی ها وارد شدن. خب به تعداد نفرات 400 شد. حالا ما 23 نفر داریم و میدونیم یه نفر بیشتر از بقیه است. مثلا اینکه مثلا 440 تا رأی الان و یه نفر قرار رأیش از همه بیشتر باشه. یعنی تعداد بازیاش. تعداد بازیای یه نفر رو مساوی رأیای بگیر. شبیه سازی کن. خب من اینجوری دارم میگم که خب پس در این شرایط اگه 22 نفر 19 تا بخواد بیشترین بازی 20 تا باشه، یعنی بقیه باید 19 تا بازی کرده باشن حد اکثر دیگه، درسته؟ خب این کمتر از 440 میشه، چون الان میبینی دیگه این تساوی داره میگه که این الان 22 تا 19 تا به علاوه 22 نه دیگه میبینی؟ بله. پس نمیتونه بیشترین تعداد بازی 20 تا باشه، حداقل باید اونی که اگه یه نفر قرار باشه از همه بیشتر بازی کرده باشه، اون باید لااقل 21 بازی کرده باشه. آره. فهمیدی؟ بله. همین حرفو من زدم قبلش. این دو تا سوال شبیه هم. من تا حالا نمیدونم این چرا این سوالو تو اینجا نیورده. کلا یه چند تا سوال تو الگو هستش که ادبیات قشنگی داره به نظر من. حالا بعضیش مال کنکور، بعضیش هم مدل نوشتنش فرق داره، خوبه که اونا رو ببینی و حتما بزنش. سوال دیگه نداری؟ فقط یه چیزی، الان کلن تو بحث کلی این ارسلان کبوتری تو شبیه سازی لون و کبوترش مثلا، یا اینکه کا کدومه ان ام اینا، هیچ وقت نمیتونم درست تشخیص بدم، یعنی همه رو یه جور شهودی مفهومی دارم میزنه نداره. ولی اگه میخوای با کتاب تطبیق بدی مسئلهش اینه، نگاه کن ما میگیم که تو کتاب تو باز کن، کتاب درسی داری؟ بله. صفحه صفحه 81 رو بیار، اون فعالیته. تعداد لونه ها رو ام گرفته، میبینی؟ درسته. تعداد کبوترها امه که ام حداقل باید کائن به علاوه یک باشه. خب درسته. حداقل چند کبوتر توی لونه است؟ کای به علاوه یک. سطر آخرش رو اینو نوشتیم دیگه، سطر آخرش رو بخون، جدول پر کردیم سر کلاس. اطمینانش وجود لانه‌ای با حداقل کای به علاوه یک. آره، کتاب اینه ادبیاتش. مثال میکنم میگاه که مثال اینه، گوش بده. فرض کن تو 6 تا لونه داری، خب 31 کبوتر داری، خب میگی حداقل چند تا کبوتر توی لانه است؟ خب 6 تا. الو الو قطع شدید.
آفتین میشنوی؟ بدام نه؟ بله درست شد. ببین فرض کن 6 تا لونه داریم 37 تا کبوتر یا مثلا 40 بذار مثلا 49 تا کبوتر نمیدونم هر چی. خب مثلا اینو میکنم 49 سب کن نکن اینو میکنم 49 تا به من بگو 49 تا کبوتر تو 6 تا لونه بشینن حداقل چند تا کبوتر توی لانه هستن؟ 9 تا دیگه. از کجا میاری؟ 6 8 تا 48 تا یکی بیشتر نه. آه همینه دیگه. ببین تو میگی 6 8 تا یه دونه بیشتره این هشته اینجا میگی هشته به علاوه یک تو ذهنت یعنی میگی نه تا اون هشته همون کاهه درسته در واقع کیوه تقسیمه اگر امو و اینو ام بگیریم اینو ام بگیریم اینو ام بگیریم اینو به این تقسیم میکنیم دیگه درسته ام مساویه با ان ضرب در کیو به علاوه آر مثلا که آر کمتر از انه حالا این کیوه همون کای ماست اینجا یادش بخیر تقسیمه دیگه داریم همه کار میکنیم که کیو چی بود؟ کیو به جزء صحیح امنان بود خب؟ حالا چون یه دونه میخواد بشه اضافه بشه ما داریم میگیم که این سقف امنانه یعنی میگیم سقف 49 تقسیم بر 6 یعنی وقتی 8 کبوترها رو به لونه ها تقسیم میکنیم آره دیگه همیشه همینه دیگه تو شبیه سازیه چون اشتباه میکنم یعنی نمیتونم درست شبیه سازی کنم یه بار برخواه تلفظ کن یه بار تو زنه تثبیت میشه دیگه وقتی که ام باشه کا انه به علاوه خورده ای تعداد کبوترها میشه کا به علاوه یکی تعداد کبوترهایی که توی یه لونه حتی اقل میشین تمام تو همه سوال ها اینه اگه برای امتحان نهایی بخوای بنویسی خب اینطوری میتونی راحت بنویسی مثال های بعدیش هم تو خود کتاب نگاه کنم مثلا مثال بالای صفحه 82 خب از همین ادبیات استفاده کرده کائن به علاوه یک رو نوشته نوشته که کائن به علاوه چون میخوام حداقل 7 نفر باشن پس کائن به علاوه یک 7ه پس کا 6ه 6 تا 12 تا به علاوه یه دونه مفهومی هم ما همین رو میگیم دیگه میگیم میخوام اون برش اینه که 6 تا باشن یه دونه بیشتر همونه بعد یه بار خودت تو ذهنت بشینه تمام اوکی مرسی سوال دیگه به نظر شما هست نمیشه یعنی اینجا آه مبحث ببین امروز بخشنامه امتحان نهایی اومد خب این بخشنامه ای که من دیدم حالا میتونم الان یه بار دیگه نگاش بکنم مبحثشو نزده بود دیدمش دیدی؟ بله توش این چیز راجعه نداشته ننوشته یکی بخش کنه نایمده پس فعلا شما کاری نشته شما کارتون رو بکنم چقدر این نمیگه که ما بفهمیم داشتن چیه شما که مشکلی نداره اون بیچاره که اینا رو نخوندن مشکل دارن شما که بالاخره کلاس داشتین خوندین درس تا دو تا به تمرین هم کردین بشینین دورتون رو بکنین دیگه حالا هر وقت بخشنامه اگر اومد حذف شد خب اون تیکه رو اختیاریش میکنم نشدم شما خوندین ضرر نکردی که ضرر نکردی اتفاقا اگه حذف نشه سودم میکنیم چون خیلی آسان تره حالا دیگه تموم شد رفت تو کارتو بکن نگرانش هم نباش خب سوال دیگه آقا 1445 خیلی سبز و یعنی مفهومش رو نفهمیدم که مثلا بعد یعنی کدوم رو من انتخاب کنم به عنوان لونه دوباره که مثلا بتونم مفهومش رو بفهمم که تست رو بزنم 1445؟ بله بخون سوال
در میان هست و ستا بتونیم حداقل چیچی عدد یا کچی بکنه چیچی هم نیش باشه. خب دیگه میگه ستا عدد طبیعی داریم. خب از بین صد عدد طبیعی حداقل چند تا یافت میشن که به پیمانه فلان هم نهش باشن؟ مثلا به پیمانه 5 گزینه ها رو دارم بررسی میکنم. خب اگه به پیمانه 5 بخوایم باقی مانده عدد رو بنویسیم، 5 حالت داریم دیگه، درسته؟ در هم نهش پیمانه 5 درست، یعنی باقی مانده در تقسیم بر 5 یا 0 1 یا 5 حالته. پس اگه 100 تا عدد داشته باشیم توی 5 تا لونه بخوایم بچینیم، تو هر لونه یه تعدادی داریم. اونی که مطمئنیم اینه که تو حداقل تو یکی از لونه ها 20 تا کبوتر داریم. یعنی 20 تا ممکنه تو هر 5 تاش 20 تا باشه دیگه، درسته؟ بدترین حالت. پس 21 ممکنه نباشه. گزینه 1 رد. گزینه 2. خب یا به عبارتی اینجوری بگم، اگه بخوام فرمولی بگم، نکن سقف 100 تقسیم بر 5 مساوی نیست با 21. پس این رده. خب سقف 100 تقسیم بر 7، یعنی اگر بخوام 100 تا عدد رو تو 7 لونه پخش بکنم، خب 14 تا 7 میشه 98 تا 2 تا بیشتر میشه 15 تا عدد لااقل تو یه لونه هست. پس 16 تا غلطه. گزینه 2 مفهومیش هم اینه، در تقسیم بر 7 ما 7 تا باقی مانده مختلف داریم، 7 تا لونه داریم. 100 تا کبوتر هم تو 7 تا لونه بشینن، خب تو هر کدوم 14 تا بشینن میشه 98 تا، 2 تا اضافه میاد دیگه. پس لااقل تو یه لونه 15 تا هست. بعد ببینم که تو 100 تا چند تا 7 تا در واقع. آره دیگه دقیقاً 100 تا تقسیم بر 7 کنیم، به همون زبان تقسیم بگم، ببین 100 مساوی با تقسیم بر 7 کنیم میشه 7 در 14 به علاوه 2. پس این 14 به علاوه 1 میشه چه 15. بله بله. بعدیش چی؟ بعدیش گفته به 9 تا لونه تقسیم کنیم. 100 تقسیم بر 9 کنیم میشه 11 و خورده ای، پس میشه 12 دیگه. درست. گزینه 3 درست. آخری هم که معلومه غلطه. 100 تقسیم بر 11 کنیم میشه 9، پس 10 میشه. تموم شد. همین. دیدیش؟ بله، تقسیم کنیم. سوالی نداری دیگه؟ تو سوالی که مثل 1481 خود سوالو البته خوب نتونستم ولی خوندم فهمیدم. اولین بار یکم سخته، اگه یه سوال کاملا جدید باشه لازمش اینه که تو واسه همین میگم الگو رو بزن الان یا کار دیگه بکن که تنوع سوالایی که دیدی بیشتر بشه که برای تعداد سوال جدید کم بشه. ولی اگر برای اولین بار من بخوام فکر بکنم، باید یکم فکر کنم دیگه، بگم خب تفاضل بر 7 بخش پذیر باشه، یعنی هم نهش باشم به پیمانه 7. هم درست هست. درسته؟ یعنی که آ و ب هم نهش به پیمانه 7. حالا مجموع بر 7 بخش پذیر باشه، خب یعنی این که آ با منهای ب هم نهش باشه مثلا. حالا چیکار کنم؟ خب بالاخره موضوع سر باقی مانده بر 7 دیگه. میگم باقی مانده بر 7 بالاخره یه عدد یا کن یا 7 کاه به علاوه 0 یا 7 کاه به علاوه 1 یا به علاوه 2 به علاوه 3 به علاوه 4 به علاوه 5 یا به علاوه 6. 7 حالت. خب حالا اگه بخوام دو تا عدد داشته باشم که تفاضلشون بر 7 بخش بدی باشه، یعنی جفتشون باید توی دسته باشه. حالت دیگه اینه که مجموع بر 7 بخش بدی باشه. خب مجموع این دو تا با هم مجموعشون بر 7 این دو تا ببخش 1 و 6 جمعشون 7 بر 7 بخش پذیره، 2 و 5 هم همینجور، 3 و 4 هم همینجور، 0 هم تنها میمونه دیگه، یعنی عدد 7 کا باید با خودش جمع بشه که بر 7 بخش پذیر بشه. پس از نظر مجموع ما میتونیم عددها رو افراز کنیم به 4 تا دسته، اونایی که باقی مانده شون 0، اونایی که باقی مانده شون 1 یا 6 باشه، اونایی که باقی مانده شون 2 یا 5 باشه، اونایی که 3 یا 4 باشه. خب حالا من اینو 4 تا لونه فرض میکنم، اگر 5 تا عدد انتخاب کنم مطمئنن دو تاش توی دسته است. حالا یا جفتش مثلا 7 کاه یا جفتش 7 کاه به علاوه 1 که بازم خب تفاضلش بر 7 بخش پذیر. خب اینا در واقع دو تا عدد نیست دیگه، دست عدده.
هفت گاه به علاوه یک ها یه دست عدده، هفت گاه به علاوه شیش هم یه دست عدد، درسته؟ بی نهایت عدد. مثلا کلاس هم نهشتیشونه در واقع؟ آفری، مثل اونه. آره باری کرد. یعنی در واقع اینه، کلاس صفر به پیمانه هفت، این خودش یک دست است. کلاس یک به پیمانه هفت و کلاس شیش به پیمانه هفت، اینم دو تا بی نهایت عدده در واقع. اینجوری دارم افراز میکنم انگار. حالا تو دو تا عدد که انتخاب میکنی، بالاخره توی هر عدد توی یک کلاس هست دیگه، یا جفتش توی یک کلاسه که تفاضلش برای هفت بخش پذیره، یا باید یه جوری انتخاب بشه که جفتش مثلا مال این دسته باشه یا این دسته باشه یا این دسته. خب اینا رو اگه لونه ها بگیرم، مطمئنم اگه 5 تا عدد انتخاب کنم حله، دو تاش توی یه دسته هست دیگه بالاخره، پس مجموعشون لااقل در هفت بخش پذیره. دسته بندی این به خاطر این بود که باقی مانده ها خودشون مضرب هفت بشن، بعد یه هفت جمعشون بر هفت بخش پذیر بشه. یه دسته هم که همون تعریف هم نهشتی تفاضلشون. بله بله. این اعداد منفی هم الان اینجا حساب هم تو کلاس هم نهشتیه؟ بله بله. این تفکای بله، این کار رو منفی بذاریم مشکل نداره فهم؟ البته سوال راجع به عدد طبیعی پرسیده، ولی میتونه سوال راجع به عدد صحیح هم باشه، همین بود جواب. یه کلن کلی پرسیده. فرق. تمام؟ بله. خب. من با شما خداحافظی میکنم. اگه سوال دیگه نداری میتونی بری کل وقتتو بذاری همین الان تا بقیه وقتتو رو تستای الگو بزنی. برو این کارو بکن. چشم. موفق باشی. خداحافظ. خدافظم. کلاس دیگه تو چیه؟ حسابانه؟ زنگ بس حسابان داریم. درس میدن یا تموم شده؟ نه، یه فکر کنم یکی دو جلسه دیگه واسه تکمیل جزوه نیاز باشه. چه درس دیگه این مونده به جز حسابان؟ فیزیک هم نصف فصل آخر مونده. چیه مبحثش؟ فیزیک اتمی. حسابان مبحثش چیه؟ کاربرد مشتر رسم نمودارش. موفق باشی. مرسی. همین دوتا مونده فقط، دیگه بقیه درس تموم شده دیگه. شیمی تموم شد، عمومی هم تموم شد، هندسه تحلیلی هم یه مثلا یه تیکه خیلی آخر آخرش مونده فقط. کلاس آنلاینه یا آفلاینه؟ نه اونا آپاراتیه. خیلی. آپاراتی بهتره یا آنلاین بهتره؟ آنلاین بهتره، تمرکزش بیشتره باشه. همین تمرکزت بیشتره؟ نه با آنلاین بهتره دیگه، مثلا این معلمی صداش میاد میبینی. خیلی انشاءالله موفق باشی. سوال دیگه نداری؟ من فعلا میکروفون تو قطع میکنم، یه ذره مشکل تمرین حل کردم. اگه سوال داشتی بپرس. آقای فیروزی زن میکروفون. آپتین در خدمت هم. سلام. سلام، خوبی؟ خوبی، الان یه درست شد نه؟ آره، اگه دوست داشتی میتونی تصویرت هم بس کن. خب بگو. تصویر مشکل سازه. تصویر رو قطع کن. ای داده بیداد. سلام. خوبی؟ من سر کلاتم. کلاتم تموم شد میام. باشه. من تو کلات مجازی هم، اگر چیز شد تونستم کوتاهش کنم میام خدمت شد. ببخشید. خب بگو. استاد این مشکل پیدا کرده، حالا نمیشه دیگه. سلام باشه کافیه، بگو. آه بله، همون سوال 117 مدد 115 مدد 117 بود.
علمتون. بپرس من حل کنم. میگه چند تاهای پوشا خب بیا مستده نماشه از مجموعه 1, 2, 3, 4 خب 5 به مجموعه 5, 6, 7 ببین از مجموعه 1, 2, 3, 4 به مجموعه 5, 6, 7 بله بله که F1 باشه 5 وجود دارد. اون موقعی که من اول کار داشتم توضیح میدادم برای حسین میرزاقل بودی؟ حسین بله بله اون سوال خودم درست داده بودم اینو نتونستم. این هم اینه همونه دیگه ما تابع پوشا میخوام بیان خیلی چبیه همونه نیا کن میگه F1 پنجه یعنی زوج مرتب 1 و 5 رو داری درسته؟ بله بله حالا اونایی که 6 رو نمیپوشونه توابعی که 6 رو نمیپوشونه اسمشو میذاریم آ توابعی که 7 رو نمیپوشونه اسمشو میذاریم ب خواسته مسئله اینه که آ نباشه ب هم نباشه یعنی هم 6 رو بپوشونه هم 7 رو درسته؟ یعنی ما همیشه تو تابع پوشا نپوشوندن تک تک عضوا رو میگیریم خاصیت و میگیم هیچ کدوم این خاصیت ها نباشه. ای بابا بازم آب تین رفتی ها میتونی بس کنی؟ این مشکل من نمیدونم اگه سرعت تایپت خوبه اون پایین فقط من سوال میکنم تو جواب بله خیر به تایپ کن. خب اگه صدای منو داری صدای من داری؟ خب گوش بده من آخرش یه بار توضیح میدم اگر اشکال داشتی و ببین من میگم که اونایی تابه هایی که 6 رو نمیپوشونه اسمشو میذاریم آ تابه هایی که 7 تو بردش نیست اونم میذاریم ب بعد میگیم تو میخوایم تو مجموعه آ نباشیم تو مجموعه ب هم نباشیم یعنی چی؟ یعنی هم 6 رو بپوشونه هم 7 کل مدل سازیمون همین جوریه. خب بعد حالا بسته این چیه؟ بسته این چون دو تاییه خیلی ساده است من حالا یه بارم مینویسم این در واقع بود کل اس منهای اندازه آ منهای اندازه ب به علاوه اشتراک دو تاشون درسته؟ اگه سه تایی بود میگفتیم کل اس منهای آ منهای ب منهای سه علاوه اشتراک دو به دوشون منهای سه تاشون. حالا این دو تایی آسون تره کل حالت ها ببین الان کل حالت های تابعی که میشه نوشت الان اف دو این یه فلش بخواد از دو خارج بشه به چی باید وارد بشه؟ اگه بخواد از دو خارج بشه چند تا انتخاب داره؟ میتونه به 5 وارد شه میتونه به 6 وارد شه میتونه به 7 سه هم همینجور 4 هم همینجور پس هر کدوم از اینا سه حالت داره میشه 3 به توان 3 منهای. حالا توابعی که آ 6 رو نمیپوشونه یعنی عضو 6 تو بردش نیست خب اگه 6 تو بردش نباشه F2 دو تا انتخاب داره F3 هم دو تا انتخاب داره یعنی یا 5 یا 7 F4 هم همینجور پس میشه 2 به توان 3 توابعی که 7 رو نمیپوشونه 7 هم نپوشونه بازم میشه 2 به توان 3 اشتراکشون هم 6 رو نپوشونه هم 7 رو خب هر کدوم از اینا باید فقط تثبیتشون 5 باشه دیگه یعنی 1 به توان 3 ببین این میشه 27 منهای 8 منهای 8 یعنی منهای 16 میشه 11 با 1 جمع میشه 12 حالا بذار با یه بیان دیگه بگم گوش بده با یه بیان دیگه بگم ببین ما 4 تا جایزه مختلف داریم 3 تا آدم مختلف هم داریم 5 و 6 و 7 اسمشون جایزه یک رو میخوایم حتی به 5 بدیم خب بقیه جایزه ها رو میخوایم یه جوری توضیح کنیم که به هر کسی لااقل یه دونه برسه این یعنی پوشا بودن خب حداقل یه دونه برسه اگه میگفتیم حد اکثر یکی برسه توی یه جایی دیگه مثلا 3 تا جایزه داشتیم 4 نفر اون وقت میشد 1 به 1 ولی الان وقتی میگیم به هر کس حداقل یه دونه برسه یعنی پوشا یعنی همه رو پوشش بده خب حالا ما در این حرف میزنیم میگیم جایزه دو به طور کلی 3 تا انتخاب داره به کی بدیم جایزه 3 هم اینجوری جایزه 4 هم حالا کدومش
اینجوریه که به 6 هیچی نرسیده. خب میگیم هر کدوم این جایزه پس دو تا انتخاب داره. کدومش اینجوریه که به 7 هیچی نرسیده؟ اونا هم کم میکنیم. خب اونایی که هم به 6 چیزی نرسیده هم به 7 هیچی نرسیده تو جفت اینا بوده دیگه، یعنی تو جفت اینا کم کردیم. بنابراین یه بار اضافه کن. خب اصل شما معادلش همینه. درست؟ ولی دیگه وقتی ستایشو می‌نویسیم دیگه دونه دونه بهش فکر نمی‌کنیم که حالا چی کم شده. می‌دونیم این اصل درست عمل می‌کنه. فقط ما باید آب و سمون رو درست تعریف کنیم. حالا خیلی خوب زنده باشی. سوال دیگه هم داری؟ آپتین؟ خب خدا حفظت کنه، موفق باشی. اگه سوال دیگه نیست، آریان هم اگه سوالی نداره من خب باشه. 1483 رو آریان گر کنم یا اینم صدا تو بس کنم. خب ببخشید، فقط هیچ فرقی نداره، دوباره نشد. اینم شبیه همون 1483 نیست. این میگه میگه از بین 10 نفر تو هر مرحله به تصادف 4 نفر انتخاب میکنید. چی؟ صداتون قطعه. صدای من الان نمیاد؟ صدا میاد؟ آری هم صدا داری؟ من هیچی نمیم. من یه ریلود میکنم صفم و یه چند ثانیه دیگه برمیگردم تو. باشه. خب الان صدا داری؟ خب ببین سوال چیه؟ میگه از بین 10 نفر تو هر مرحله ای ما 4 نفر رو انتخاب میکنیم. خب به هر کدومشون 50 تا سکه میدیم. درسته؟ میگه این عمل باید حداقل چند بار انجام بشه تا مطمئن بشیم لااقل یه نفر به 300 تا سکه رسیده. خب یعنی چی؟ یعنی 6 بار جایزه گرفته. درسته؟ 6 بار جایزه. خب ما تو هر مرحله ای درسته اومدیم 4 نفر انتخاب کردیم. خب درسته؟ درست. خب حالا سوال اینه، یعنی ما بین این 10 نفر هر بار 4 تا جایزه توزیع کردیم، 4 تا بین 4 نفر پخش کردیم، دوباره 4 تای دیگه، 4 تای دیگه، 4 تای دیگه، 4 تای دیگه. حالا میخوام ببینیم که حداقل چند تا جایزه باید پخش کنیم تا مطمئن باشیم لااقل به یه نفری 6 تا جایزه رسیده. چون 10 نفرن به هر کسی 5 تا برسه میشه 50 تا. خب لااقل باید یه دونه بیشتر از این پخش کرده باشیم. درسته؟ تعداد جایزه هایی که پخش میکنیم باید بیشتر از یا مساوی 51 باشه. درسته؟ ببین من میخوام سوال ساده کن برای خوده. فکر کن 50 تا سکه و 300 تا سکه و اینا الکیه. 50 تا سکه یه پک بگیر، یه جایزه 50 تا اصلا توی بسته بندیه. خب؟ خب ما هر بار 10 نفر داریم. نکن اینجا دقت کن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 این 10 نفر مثلا من هر بار 4 تا کبوتر میان اینجا میشینن. منتها هر کبوتری توی یه لونه میشینه. درست؟ دفعه بعد دوباره 4 تا کبوتر دیگه، دفعه بعد دوباره 4 تا کبوتر دیگه. حالا به این کار نشه باشه که هر بار 4 تا کبوتر میشینن. سوال اینه میخوایم مطمئن بشیم لااقل 6 تا کبوتر یه جا نشستن. 6 تا 50 تا دیگه. این تو همشون 5 تا باشن، یک دونه بیشتر تموم شد. پس حداقل باید 51 کبوتر نشسته باشه. حالا مثلا اینه که گفته که هر بار 4 تا کبوتر میشینه. خب حالا میگه حداقل چند مرحله باید این اتفاق بیفته؟ خب نداره، من میگم 4 ضرب در مثلا x مرحله. باید حداقل 51 باشه. درسته؟ درسته. خب x باید لااقل 13 باشه دیگه. 13 تا 14 پیش 52 تا.
یعنی اگر 13 مرحله من این کارو بکنم معنیش اینه که 52 بار 50 تا سکه رو پخش کردم، بسته‌های 50 سکه‌ای به افراد دادم، هر کسی 52 تا جایزه دادم. وقتی 52 تا جایزه بدم لااقل یه نفر هست که 6 تا رو گرفته دیگه، یعنی 300 تا سکه رو گرفت. 52 تا رو بدین آره دیگه 51 میشه، حتما یکی دیگه 6 تا رو برداشت برد. تمام همین دیگه. سوال نداری؟ نه دیگه واقعا تمام شد، ببخشید دیگه. اشکالی نداره که، خواهش میکنم. بازم اشکال داشتی میتونی توی کانال بزنی، میبینی کانال چیزو گروه واتساپ رو؟ بله میبینم. سوالی چیزی بود اونجا بزن یا برای من بفرست، حالا اونجا شماره منم معلوم میدی بعد من جواب میدم. یا نه اگر موردی بود عکس بگیر از سوال، توضیحت هم وایس بذار یا سوالتو بپرس، من پاسخ میدم اگه بتونم. خدا حافظ. تو طول اردو منظورتونه مثلا؟ کلن آره، تو زمانی که کلاس نداریم دیگه. آره اون کانال رو همین زدن دیگه. مرسی آقا، دست شما واقعا درد نکنه. خواهش میکنم، موفق باشی، خدا حافظ. به امید دیدار، خدا حافظ. همچنین، خدا نگهدار، مراقب خود باش. مرسی، خواهش میکنم.